بسم الله الرحمن الرحیم. من بنده مؤمن به فرمان روای عالمیان سید فاطمه روحانی هستم. این سال جدید رو خدمت بزرگواران، شاگردان ماوراء طبیعه و بینندگان عزیز و فارسی زبانان به نام الله متبرک می کنم و برکات آسمان ها و زمین رو از خداوند بزرگ برای شما خواهانم و از خداوند استدعا می کنم که امروز و در این سال بهترین ها متعلق به شما باشه انشاءالله. من مطلب بزرگی رو دریافت کردم در مدت چند ماه تا مطالبی رو به من فهموندن، از تجزیه اجساد و یا تجزیه حیوانات و یا تولید زمین که چه چیزهایی تجزیه میشه و تبدیل میشه و به چه صورت میشه، که شاید واقعا خودم تا مدت چند ماه حالت حیرت زدگی داشتم وقتی یادم میافتاد از این مطلب، که گفتم خدمتتون عرض کنم. مطلبی که دارم خدمتتون میگم در مورد افرادی که، یعنی این مطلب قبل از اون، که فقط به دنبال این هستن که شاگرد باشن و بعدشم مثلا خب یه علومی کسب کنن که از این علوم بتونن درآمد داشته باشن. بله، شما با ذکرها، با نمیدونم اعمال نیک، کمک به دیگران، خلق آروم، حالتهای خوش و باری رو از دل دیگران بردارید، میتونید واقعا اون دریافت پیشگویی رو داشته باشید. اما اگر شما بخواهید مراحل بالاتر رو طی کنید نمیتونید. چرا؟ به علت اینکه شما ابتدا باید با قوانین آسمان و همطیف شدن با انرژی های ملائک بتونید اون سطح و لول خودتون رو حفظ کنید. و دو چیز خیلی اثر داره، یکی اعمال نیک هست، یاری به دیگران، و یکی هم تبلیغ خداونده. اون ذکر هم که باید بگید، حالا چه بالاخره شما اعمال نیک داشته باشید یا نداشته باشید، باید این کار رو انجام بدید و باید بتونید خودتون رو کنترل کنید از عصبانیت ها، از مسائل دیگه. حالا من خدمتتون عرض میکنم. چیزی که به من فرمودن این که ابتدا زمین پس از انفجاراتی که از چند سیاره بوده و به وسیله چند خورشید تجزیه میشه و ذوب میشه و بعد از اون یک خورشید درون زمین میمونه، یک خورشید در آسمان، و زمین شروع میکنه سطح روینش به سرد شدن و تولیدات اون چون تماما از انرژی خداونده و هر چی که در زمین هست همه هوشمند هستن، اونها همه چیز رو میفهمن. امکان داره ما بگیم کوه جماده، حواس نمیفهمه، گیاه متوجه نمیشه، اما نه، هوشمندتر از بشر هستن و همه اونها انرژی های خداوند درونشون هست و جذب نیروهایی میشن که انرژی های خداوند رو دارن. این مطلب رو شما تا اینجا داشته باشید. خب میفرمون که موجودات در زمین تولیداتش با انواع دانه های گیاهی، یعنی
گیاهش، قسمت گیاهش. این تولیدات در خود زمین بوده، اما حیوانات و بشر از کرات دیگه منتقل شده برای رشد و سلامتی انسان و اینکه بتونن این روند رو ادامه بدن. اولیشو که فرمودن که موجودات مثل حیوانات که شبیه حیوانات و یا جمادات که شبیه انسان هستند، از اجزای تجزیه شده همان موجودات هستند. مثل گیاه به شکل پستان زن دیدم، خودم توی اینترنت دیدم، و یا اعضای بدن بشر یا اعضای بدن حیوانات و یا برگ خشک درخت، مثل برگ خشک درخت رو زمین، اما وقتی دست میزنی پرواز میکنه، شکلش شکل برگ خشک خشکه. اون از اون چیزها تجزیه شده، یعنی تجمع پیدا کرده. و یا کوه شکل فیله یا شکل آدم، همه از اجزاء اشخاصی هستند که این نوع خلق و روش داشتن. بعضی دی میگن انقدر طرف متکبره مثل که دماغ فیل افتاده. فیل یک موجودیه که فقط خودش مهمه، توجه میکنید؟ و زمانی که بشر تجزیه میشه، تمام ذراتی که متعلق به حیوانات دیگه بوده، به جمادات بوده، به کائنات بوده، همه اونها دستبندی میشن، یعنی جذب اون چیزی که در اول بوده. میفهمون بعضی افراد که انرژی های خداوند رو نداشته باشن، تبدیل به حیوانات و بعد به جمادات، چون زمین این چنینه. به همین علته که میفرمان که شما زمانی که خدا رو عبادت کنید، امواج مثبت ببینید، خداوند چندین انرژی ازش هست که در قرآن و یا در ادیان دیگه فرمودن که شما اگر این کار رو انجام بدید، این کار رو انجام بدید، انرژی های خداوند به شما وصل میشه و شما آرامش خواهید داشت و و مسائل دیگه، مثل محبت کردن، از حق خود گذشتن، دلسوز بودن، دست و دل باز بودن، آرامش به دیگران دادن، مهربان بودن و و و مسائل دیگه که شما همه میدونید. میفرمون که خلقت زمین این چنین است که از جسدهای تجزیه شده تولید امواجهای مشابه اعمال، گفتار، پندار دارد. مثلا حکما میگوین استتاره، یعنی شخص در اون سرزمین که هست، یا تولیداتی که زمین، مثلا شما فرض کن در آفریقا به علت گرما همه رنگای پوست تیر است و حیواناتی اونجا هستن که اختصاص به این زمین داره، به این سرزمین داره، توجه کردید؟ اینها تولیدات دوباره اونجاست. و بعد میفرمان اساتید هم میفرمان که تجمع انرژی های مشابه آن این شکل را به وجود آورده. شما به چشم های سگ نگاه کنید، بیشتر مثل افراد پشیمون میمونه که این شخص چون دریافت انرژی خداوند رو نداشته، شخصی بوده که امواج خداوند رو نداشته. در قرآن یک آیه‌ای هم هست که اگر اینها بخوان مخالفت با پروردگار کنن، ما به شکل بوزینگانی در میاریم اینها رو که شماها نمیدونید، توجه میکنید؟ خب حالا چرا حیوان؟ چون حیوان یه رتبه از انسان پایین تره و این حیوان زمانی که روح بشر از انرژی خداوند نداشته باشه
که انرژی های پست به اون روح وصل شده باشه، اون روح تحت اختیار مثل سگ، گربه، شیر، الاغ، روباه و و چیزهای دیگه. شما حتی صورت افرادی که فریبکار هستن، خلق روباه رو دارن، اگر تماشا کنی کاملا چشماشون همین رو میگه. من اونز میخوام اگر رو دستمال کاغذی، چون هر از گاه یعنی واقعا فرصت این که بخوام پاک نویس کنم ندارم، یعنی یک دفعه میبینی از توی راه رو دارم میرم، مثلا سالن پذیرایی یه چیزی رو دارم میفهمم، من سریعا یه چیزی پیدا میکنم مینویسم. توجه میکنید؟ خب و فرمودن که طلا رو چطوری از غیر از فلزات تشخیص میدن، بشر هم کامل بودنش از انرژی های خداوند. وقتی بشر حرکات و افکار باهیله داشته باشه، مثل حیوانات بدزدد، هر چی دلش خواست انجام بده، میگه دوست داشتم انجام دادم، مثلا دوست داشته فلان کسک رو به خاک سیانه بشونه، دوست داشته اموال کسی رو بدزده، دوست داشته هزار تا کار انجام بده، درست؟ اما این افرادی که به این صورت دوست داشتن انجام شده، اینها بعد از دو مرتبه که روح به انسان، یعنی اون روحشون به کالبد یک انسان تعلق میگیره، بار دوم که رد میشن از این مرحله، یعنی رفوزه میشن، اون تجمع امواج خداوند رو نداشته باشن، روح اونها متعلق میشه به حیوانات. خب حالا حیوانات رو میفرمان که به چه صورت؟ حیوان دو تا علت داره که متفاوت با انسان. یکی این که عدم امنیت داره، در همه حالت در حال ترسه، و یا اینکه نمیتونه چاره اندیشی برای خودش کنه، اگر بیمار بشه، اگر یا مثلا چیزی رو برای خودش قایم کنه، برداره، اندیشه داشته باشه. توجه میکنید؟ مثلا مورچه اونجور خلق شده، اما حیوانات دیگه نه، امکان داره برای شکار کردن خودشون شکار حیوانات دیگه بشن. و فرمودن که اعضا و تجزیه جسم، هر چیزی که اون شخص استفاده کرده باشه، گفته باشه، فکر کرده باشه، همه اونا تعلق میگیره به افراد دیگه. و فرمودن چرا بشر رو در زمین اشرف مخلوقات قرار دادن؟ برای اینکه با جذب شدن به انرژی های خداوند، قدرت تشخیص، حل مشکلات یا بهتر زیستن رو داره، یا علوم های برتر میآموزه. توجه میفرمایید؟ خب و فرمودن زمین مثل خورشید، شما فرض کنید که خورشید تابشش مثل یک توپ پارچه میمونه که رها کرده رو به طرف زمین. خب افرادی که از انرژی های زمین این تبادل انرژی برقرار میشه و تولید یک شخص دیگه میشه، مثلا فرض بفرمایید که این طول پارچه در 100 متر مثلا فاطمه روحانی بوده، در 120 متر خواهرزادش بوده، در 140 متر مثلا فلانی بوده. خب به همین صورت این افراد، مقدرات، خواسته ها، انهدام ها، همه بر مبنای تبادل های انرژی بین زمین، از خورشید درون زمین به خورشید آسمان، از تبادل زمین هست که هر کدوم از بشر در یک زمان خاص و در یک موقعیت خاصی به دنیا آمدن. شما اگه کل زمین رو تماشا کنید، میبینید توی یک روز مثلا دوشنبه 1000 نفر مردن، 1000 نفر به دنیا اومدن. توجه کردید؟ خب طبعا این برنامه هم برای
حشر بشر و موجودات دیگه به همین صورته. در مورد ماه رمضان که مطلبی رو فرمودن که جالب بود، من خدمت شما عرض کنم. فرمودن ماه رمضان بر شما مبارک باد. فرمودن که ماه رمضان چرخش معکوس از اعمال بشره و کنترل نفس و قطع کننده انرژی های منفی هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روحی است که پاک کنند است. بشر از انرژی های بد دور میشه. اگه بتونید بگیرید و این شانس بزرگ رو داشته باشید که روزه بگیرید، بسیار عالیه. اگر هم نتونید، سردرد میگیرید، بیمار میشید، باید قرص بخورید، حالتون خوب نیست، اصلا نه بترسید نه گناهه، هیچ کدوم نیست، شما میتونید کفاره بپردازید. حالا در ویدیوهای قبلم خدمتتون عرض کردم که کفاره برای امنیت مالی مستضعفین در اون کشور یا در اون شهره که این کفاره جمع میشه و انشاءالله تبدیل مثلا به یک سقفی میشه، کسی که خونه نداره، کسی که بالاخره برای گذران زندگیش مشکل داره. و در کتاب قرآن اگر شما توجه کرده باشید، ابتدا میفرمان شما برای صدقات و کفاره و زکات ابتدا با خانواده درجه یکت رو توجه کنی. آیا مادر داره؟ آیا پدر داره؟ آیا خواهر، برادر؟ حالا انشالله که هم خانواده درجه یک داشته باشه، هم خانواده درجه دو که بشه عمه و خاله و عمو ابنا. نداشتن خانواده درجه سه، پسر عمو، پسر خاله، اینها. الحمدلله در یه خانواده بسیار مرفه بزرگ شدید، اون زمان شما با همسایگانتون رو توجه کنید. یا اینکه توی کشورتون جایی که زلزله اومده، سیل اومده، یا مسائل دیگه که دارن هست، من از خداوند متعال استدعا می کنم که ملت ایران رو از شر آخوندا حفظ کنه. خداوند ریشه شون رو بکنه، که من یقین دارم ریشه اینها کنده خواهد شد. یعنی مثل یک کشتی شکسته هستن که همینجور دارن سقوط میکنن و یقیناً خیلی طول نخواهد کشید. اگر شماها بتونید بگید امسال بهتر از سال قبل بود، من به شماها جایزه میدم. همه تونم که میدونید نه، سقوط محضه. این رو شما یقین بدونید. حالا این دعا رو، من دعای قبل از سفره هفت سین رو برای شما در یک ویدیوی کوتاه میخونم انشاءالله. و یه مطلب دیگه هم میخوام بگم خدمت شاگردان بزرگوار، کسایی که در توییتر میان، کسانی که در چیز میان. شماها فکر نمیکنید من کار دارم؟ یعنی دائم یه سوال از یه جایی میتراشید، این چی میشه، اون چی میشه. من مسئول هستم، مسئول افرادی هستم که قرآن رو نخوندن، همینو بسن. به جان خودم که جان متعلق به خداست، فقط از خدا خجالت میکشم که جوابتون رو میدم. خان روحانی این چی میشه، اون چی میشه، این چی میشه. بابا یه زمانی هستن، اشخاصی هستن که بیمارن، من باید به اونا دلداری بدم، باشون حرف بزنم، سرویسی بهشون بدم، حالا هرچی. شما ها که الحمدلله همه سالمید، مادر شوهرم چی گفت، خواهر شوهرم چی گفت، نمیدونم بقال سر کوچه چی گفت. یک زمانی از شما میخواین یه خونه بفروشید، نمیدونم، خیلی کوتاه شما یه ذکر بدید برای این. شما شاگرد من شدید که بار از دوش من بردارید یا بار بذارید. فقط شما باید کاری که میکنید که خداوند در آینده شما رو انتخاب کنه، تبلیغ خداست. خودتون میدونید و خدا، چون در آینده به من میفرمون اسما رو همه میدن، این قبولن، اینا همه ردن. نه کسی با شما دشمنی داره،
نه کسی میخواد سر شما کلا بذاره. من به همه تونم گفتم از شما خواهش میکنم، بعضی هستین تومار بر من میدن، من حالم اینه، من حالم اونه، والا به خدا من کار دارم. یعنی اصلا شماها نمیدونید که این اطلاعات به چه قیمتی بر من تموم شد. همین مطلبی که از زمین به من فرمودن که وقتی کسانی که بعد از دو بار روح به اون جسم تعلق گرفتن یا جسم دیگه تعلق گرفتن تجزیه میشه، اون روح متعلق به گربه میشه، به سگ میشه، به شیر میشه، به گرگ میشه. مگه فکر کردین همینجور؟ من سوال کردم، اونم گفتن باشه فاطمه جان، خب کی بهت بگیم؟ نه، ابتدا کاری که کردن این که شخصی رو عاشقانه دوستش دارم، دوستش داشتم، دوستش دارم، همسرمه، اسمشم نمیگم، به کسی هم هیچ ربطی ندارم، درست؟ 11 ماه اجازه این که حتی من یک پیام به این آدم بدم نداشتم. فرمودن یا خدا رو انتخاب میکنی یا این آدم. گفتم غلط بکنم چه کسی میتونه، چه کسی انقدر احمقه که بخواد بشر رو قبول کنه و بخواد کسی عاشق کسی هست اونو قبول کنه خدا رو قبول نکنه؟ میشه؟ تو قانون من نیست. از همه مهمتر، مگه من دو سال، چند سال پیش بود اون سال 91-92، دو سال که به هیچ وجه اجازه این که به بچه هام فکر کنم رو نداشتم. تا به محصه که فکرم گفتم ببخشید بله بله در پناه خداوند هستن، نه اصلا نمیدونستم بچه هام کجا هم چیکار کردن. ارتباط داشتن با آسمان قید عشق، علاقه، فرزند، ثروت، همه چیتون رو باید بزنید. این راه، راه سختیه، راه آسونی نیست. چرا؟ میتونید پیشگو بشید، فقط در حد پیشگویی از اون طریق برای خداوند تبلیغ کنید. اون خانم، اون آقا میاد پیش شما بگه آقا خانم شما این وضعت خرابه، اینجوریه، قرآن رو بخون به این صورت و با خداوند عهد ببندید که یا رب العالمین وضعیت چریت من رو خودت، پول از خزان غیبت برسون، منم برای هر آدمی که به من وصل میشه این کارو میکنم. توجه میکنید؟ اگر من یک چنین چیزی رو خدمت شما عرض کردم، فقط به جان خودم قسم، فقط برای این که بدونید زندگی که همسط شما بخواید بشید با انرژی های آسمان خیلی سخته. مثلا یک دفعه به شما میفهمم، مثلا تو یه ماهانی با شیر موز بخوری، چیز دیگه صبحونه نباید بخوری، حالا شما دلت مثلا پنیر میخواد، نون میخواد، چای میخواد یا و و چیزای دیگه. ببینید همه چیز رو به عکس میکنن که جسمانیت بشر وقتی کوبیده میشه، حس نفسانیش وقتی کوبیده میشه، انرژی هایی که از خداوند هستن رشد میکنه و اتصال بیشتری پیدا میکنه به انرژی های خداوند و خدمات بیشتر میدن. توجه فرمودید؟ و در مورد روزه، آهای روزه گیرا که دهنتون خیلی عذر میخواما، با توالت یکیه، بوی گند، بعد این آخوندایی که خدا از واقعا جزاشونو بده، من یقین دارم که اینها به صورتی خواهند مرد که در تاریخ بشریت بمونه. توجه میکنید؟ شما دهانتون رو مسواک بزنید، آب توی دهنتون قرار کنید، بریزید دور. اگه خلقتون تغییر میکنه نکنید. این زن و بچه چه گناهی کردن که شما روزه میگیرید؟ ای بابا نکن. یا اون مادر یا اون بچه، زور نکنید به بچه هاتون روزه بگی، زور نکنید به بچه هاتون که موتو بپوشون. اون بچه با حس آزادی کنه، جرم که جرم نکرده اومده توی خانواده مذهبی که
سالها سوال میکردم از خدا، خدای کجایی؟ کی هستی؟ من حس کنم یه ابری تو آسمون. آخه چرا ما زنا باید چادر سر میکنیم؟ چرا برادر من باید تو خیابون بره با سه چرخه، من نباید سوار سه چرخه بشم؟ اینا مهمه تو زندگی. چرا دخترها رو از زنده بودن خودشون پشیمون میکنید؟ که چه، اینا مردن؟ اینا زنن؟ گفتم قبلم گفتم زنا همه با کفن اومدن دنیا، مردا همه لخت مادرزاد. من کاری نمیکنم که دیگران چه میدونم از اعمال نیک شما، بابا برید مسیحی ها یاد بگیرید از کسایی که دارن کارهایی رو انجام میدن به خاطر خدا انجام میدن. من کار به کار اون که میگه مسیح خداست رو ندارم. توی دین اسلام، تو قرآن خدا هی فرمودن که ذکر بگو اعمال نیک، ذکر خدا اعمال نیک، ذکر خدا اعمال نیک. این دوتا لازم ملزوم هم دیگه است. شما نمیتونه من روزم، حالا خب که چی؟ روزه گرفتی؟ خب نگیر. میخوای ملائک بادت بزنن اینجوری؟ الله اکبر. پناه به خدای رحمان میبرم.